رادیو و تلویزیون میهن. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز شنبه 29 بهمن ماه هست و 18 ماه فوریه. امروز در ایران میگن روز مبعث پیامبر اسلام است. خب بر اون دسته از باورمندان این روز روز در حقیقت عیدی است، مقدس براشون، و بنابراین ما هم به اون عزیزان و باورمندان تبریک میگیم روز مبعث پیغمبر اسلام رو. عرضم به حضور شما که خیلی مطلب هست که به عرضت برسانم، و مهمترین این که همونطور که گفته بودم قبلا به عرضتون رسونده بودم، قرار شد امروز، چون روز جمعه موفق نشدیم که در خدمت دوست خوب اون آقای آلبرت باشیم، ازش خواهش کردیم که این فرجه رو امروز در اختیار ما قرار بده، و من هم در برنامه روز جمعه دیروز چندین بار این داستان رو اعلام کردم. اما متاسفم از اینکه اون دسته از عزیزانی خیلی پرتوقع و خیلی بی‌ادبانه از من در مورد برنامه آقای آلبرت پرسیدن. من متاسفم واقعا، و خیلی احساس غریبی دارم که چرا این همه طلبکاری، از بابت چیه؟ مثلا شما بلیت خریدی، شما نمیدونم چرا طلبکاری، این طلبت بابت چیه؟ اگه ما جایی از شما وچی گرفتیم، بدهکاری به شما داریم، بفرمایید تا ما علنا اون وچشو تقدیم کنیم. اگر اشتباهی کردیم بفرمایید تا اشتباه رو جبران کنیم. ولنه من فکر نمی کنم از این بابت که سه بار اعلام کردم که از آقای آلبرت خواهش کردم که امروز به علت گرفتاری که داشتن خواهش کردم روز شنبه رو در اختیار ما قرار بدن، و این نازنینم با کمال میل پذیرفتن و من هم اعلام کردم. نمیدونم طلب شما از بابت چه بود. اجازه بده که خدمت دوست خوبمون آقای آلبرت از ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این بزرگوارو، سپاسگزار از همه این مهر و حضورش در برنامه، و علی خصوص که امروز رو در اختیار ما قرار دادن. آقا سلام میکنم به شما. با درود به شما و یکایک بینندگان، شنوندگان، دوستداران، طرفداران این تلویزیون میهنی میهن در آمریکا، در اروپا، به خصوص در ایران عزیز، و در هر جایی که صدای ما رو میشنوید. قبل از اینکه شروع بکنیم، اجازه بدید من یه چند کلمه در رابطه با همین پیش درآمدی که شما گفتین بفرمایید. من اول از خودم شروع میکنم. منبع درآمد من و زندگی من از این تلویزیون نیست. من هیچ وجهی دریافت نمیکنم و همیشه سعی کردم که اون مستقل بودن صحبت‌های خودم، حالا در هر کانال تلویزیونی یا رادیویی یا مجامع خصوصی که صحبت میکنم، بنده وجهی رو دریافت نمی کنم، به خصوص در این تلویزیون. من خودم یکی از کمک کنندگان به این تلویزیون هم هستم. بنابراین اگر یک دفعه، یک هفته یا دو هفته برنامه اجرا نمیشه، خب هفته قبل، یعنی دیروز که نوالی، هفته قبل به خاطر پخش برنامه های مخصوصی که از واشنگتن در جورج تاون یونیورسیتی بود، خب برنامه انجام نشد. دیروز هم مشغله کاری بود. بنابراین دوستان و یاران و هموندان و اونایی که شما رو پشتیبانی میکنن باید به این مسئله پی ببرن که خب بدون کمک مالی هیچ رسانه‌ای نمیتونه کار بکنه. من این رو میدونم که این تلویزیون فقط از روی کمک‌های شماها، شما بینندگان، شنوندگان و دوستداران، حالا این برنامه، من خودم رو
خیلی کوچیک میبینن در نقش این تلویزیون. ولی یه نکته هست و اون اینه که خب به منم خیلی ایمیل اومد از واتساپ، از ایمیل، فیسبوک، این ور اونور. منم جواب دادم که مشغله کاری بوده، ولی خب اگر نمیشه یا برنامه پیش نمیاد، برای اینکه این تلویزیون رو پای خودشه، سعید بهبهانی رو نمیگردونه با زحمت 24 ساعته و احتیاج داره به کمک و پشتیبانی شما. بنابراین تا اونجا که میتونیم کمک باید بکنیم به این تلویزیون که بمونه، برای اینکه من در خیلی جاها که صحبت میکنم این مسئله رو نمیگم برای اینکه اونا احتیاج ندارن، تبلیغ دارن، این تلویزیون تبلیغ نداره. در حال اب نداره آقای بهبانی اگه بعضی جا حالا قدری به قول شما توقع داشتن بدهکاری بوده، این رو روی این حساب بذارین که هم شما رو خیلی دوست یکی دارن. میگه در کرد رفت شنا، من میدونستم آقا رفاقت من و آقای آلبه برمیگرده به 50 سال پیش، رفاقتی که از دوران نوجوانی شروع شده ادامه داشته اومده، این دیگه قطع نمیشه که، مثل آقای بهبهانی اینو بگید، ما فامیلی. ممکنه اختلاف نظر سیاسی ممکنه داشته باشیم، ولی من خیلی احترام میذارم به نظر شما، میدونم شما به نظر من احترام میذارید، همیشه این اصل اول دموکراسیه. همیشه بنده میتونم دوست سعید بهبهانی باشم بیرونم برم، اما میتونم با نظرش مخالف باشم، خیلی مؤدبانه و خیلی خیلی در یک سطحی که بتونیم این دوستی رو ادامه بدیم. اگر مخالف هستین دلیل نمیشه که دشمن باشیم. ما مخالف یک ایده‌ای که یا تحلیلی که از دهن من در میاد، شما اگه مخالف هستین، این دموکراسیه، این درسته، این سالمه. بنابراین من ایشون هم میتونیم اختلاف نظر داشته باشیم، ولی با احترام و دوستانه. بفرمایید. یاد اون جوانی افتادم که اسمش آقای چی بود که همه اون موقع که حتی جوان بودیم اون رو آقا خطاب میکردیم، آقای سرور سروش یه چیزی اینطوری بود، و حسه آدم عجیب غریبی بود، اومده بود تو انگلیس و خیلی تقلا میکرد که فلسفه بخونه، فلسفه حقوق بخونه، حالا همه اومده بودن یه مدرکی بگیرن و برگردن، و بیشتر بچه ها رشته های مهندسی نمیدونم این نوع رشته ها انتخاب میکردن دیگه، خیلی میخواستن عمیق بشن، یه حسابداری نمیدونم چیزی که در انگلیس معروف بود اینا رو میرفتن میخوندن، کمتر آدمی پیدا می شد که مثلا بره پزشکی بخونه، پزشکا غالبا در آمریکا بودن، یعنی که اینجا سهل تر بود، اونجا خیلی سخت بود یادمه، و این اولای صحبت شد یاد اون آدم ها افتادن، این می اومد و شروع می کرد علیه صهیونیست و نمیدونم یهودی ها اینا حرف می زد، آخرتر به هم می گفتش که حالا میشه من برم خونه آلبرت یه تلفن بزنم به ایران، بعدم گفتم آلبرت این آقای فلانی میخواد بیاد خونه شما یه تلفن بزنه، میشه این کارو بکنه؟ گفت آره ولی فوش نده. گفتم نه، قول داده که دیگه فوش نده. ببخشید اتفاقا شما حالا این صحبت هایی که دارین میکنین، وقتی من این نکته رو میگم که این تمرین دموکراسیه، من 3 روز گذشته یه سری کارهایی داشتم که اصلا نه به اخبار گوش کرده بودم و نه به مسئله، بعد اومدم رفتم منزل پدرم، گفتش که شنیدی چی شده؟ گفتم نه. گفت یه نفر در این محله نزدیکی هایی که پدرم اینا زندگی میکنن، یه آدم اورینتالی اومده بود به یک دو نفر یهودی تیراندازی کرده بود که در اون کنیسه های در اون منطقه بودن، یکی از این یهودی هم ایرانی بوده. این مسائل عوض نمیشه آقای بهبهانی، متاسفانه وقتی تخم نفرت کاشته میشه، یعنی برای من خیلی جالبه وقتی من صحبت های شهردار لس آنجلس رو داشتم میخوندم که گفتن این هیت کرایم، یعنی یک در واقع جنایت مذهبی یا نفرت. نفرتی بوده. بله، وقتی نگاه کردم دیدم که سال 2023
فوریه سال 2023 از این آقا پرسن چرا رفتی، چرا اینجا رو انتخاب کردی؟ گفت من رفتم نگاه کردم آنلاین ببینم یه رستوران، ببخشید یه سوپرمارکت کوشر در کجاست، این آدرس رو پیدا کردم، بعد اومدم دیدم بغل دستش اینجاست، مدت تیراندازی کرده، حالا خوشبختانه هر دو نفر فقط زخمی شدن. و این نکته که میخوام بگم اینه که اون دوستمونم اون زمان، خب این افکاری بود که ببخشید کاشته شده بود توسط مذهبیان. فقط صحبت ما تمام میکنم اینجا، تا زمانی که آقای بهبهانی بین مذاهب صلح پیش نیاد، بین انسان های این کره خاکی هم صلح پیش نخواهد اومد. آقای بفرمایید. یعنی نه همتر. من که اساسا باورمندم به این قضیه، تقلا هم میکنم که این اتفاق بیفته. و خب بذار این حرف بریم درد و دل بود دیگه آقای بهبهانی، درد و دل آره بود. درد دل عدل سختی هم بود ولی گفتیم. عرضم به حضور بود که کنفرانس مونیخ و این خیلی مهم بود و چی بود، چه گذشت تا بعد به بخش شاهزاده و انتخاب شاهزاده و چرا ایران نبود چرا اینا بودن برسیم. اساسا اول بپردازیم به خود کنفرانس و صحبت های اصلی در این کنفرانس حول چه محوری بوده آقای البرت؟ اجازه بدید من دو کلام فقط راجع به این کنفرانس امنیتی مونیخ بگم که چی هست. این کنفرانس امنیتی مونیخ یک مجمع امنیت جهانی و سیاست خارجی، بدین من که اتفاقاتی که در اون روز در اون سال یا در سال گذشته اتفاق داره میافته و دنیا رو، توجه بفرمایید نه اروپا، دنیا رو تهدید میکنه، اون خطرها در این کنفرانس در این مجمع امنیت جهانی با در نظر گرفتن سیاست خارجی 90 کشوری که در امسال شرکت کردند، این مسائل مورد بررسی قرار. خب بزرگترین ماجرا امروز چیه؟ اوکراین، جنگ اروپا. ولی این دفعه در این کنفرانس همونطور که میدونید آقای زلنسکی هم شرکت داشتن از طریق ویدیو کنفرانس، یک مسئله بسیار مهمی انجام شد که شاید در کنفرانس ها در این مجمع امنیت جهانی سابق و از نقطه نظر سیاست خارجی در کنفرانس های قبل اتفاق نیفتاده بود، و اون این بود که این دفعه راجب اسلحه، اسلحه، مهمات و تجهیزات نظامی صحبت شد. منظور من این نیست که تمامی کنفرانس، هنوز هم ادامه داره، کنفرانس فردا تموم میشه، منظورم این نیست که در تمام طول این کنفرانس راجع به اینها صحبت کردم، ولی وقت بیشتر این کنفرانس نسبت به مسئله اوکراین و اسلحه رسانی و مهمات بود. فراموش نکنیم 24 فوریه، یعنی چند روز دیگه، اولین سال روز جنگ اوکراین هست. یعنی یک سال پیش در همین روزهایی بود که آمریکایی میگفت روسا حمله میکنن، روسا حمله میکنن. و زمان این کنفرانس چند روز قبل از اولین سالگرد جنگ اوکراین بسیار بسیار مهم و به نظر من تاریخ سازه. زمانی که دو قدرت بزرگ اروپا، آلمان و فرانسه، صدر اعظم آلمان، نخست وزیر آلمان و رئیس جمهور فرانسه در تمامی صحبت هایی که می کنند راجع به یک مسئله مهمه، به خصوص آقای مکرون، ایشون گفتند که هنوز وقت صلح فرا نرسیده. توجه بکنید به این حرف، خیلی ساده، جمله ساده بود، زمان صلح با روسیه فرا نرسیده و ما تجهیزات و مهمات بیشتری رو به اوکراین خواهیم رسوند. صدر اعظم آلمان همین مسئله رو به نحو دیگری گفتند و صدر اعظم آلمان زمانی که صحبت میکرد اشاره بسیار مهم و کوتاهی کرد به اضافه شدن بودجه نظامی و در واقع توسعه دادن صنایع نظامی آلمان. میدونیم که کشور آلمان از نقطه نظر ساختن سلاح‌های نظامی بسیار پیشرفته است، ولی بر طبق تعهداتی که در اروپا بین اون اتحادیه اروپا وجود داره و با ناتو وجود داره، خب آلمان تا یه اندازه جلوی اونها رو گرفته و اون اندازه صنعت اسلحه سازی خودش رو پیش نبرده.
از صدر اعظم آلمان سوالاتی که شد باز هم در رابطه با اوکراین و اسلحه بود. بدین معنی که مسئله اوکراین مسئله که امروز تمامی سیاست اروپا رو در بر گرفت. قدرت سوم اروپا که کشور انگلستان هست با نخست وزیر خودشون که فکر کنم امروز صحبت میکنن و در واقع مقداری از صحبت های ایشون بیرون اومده، ایشون هم باز راجع به اسلحه رساندن، اسلحه های پیشرفته به اوکراین و در واقع جلوگیری از پیروزی شوروی. برای من یه فکر اینجا پیش میاد، چقدر اروپا میتونه تحمل این مسئله رو داشته باشه؟ به نظر خود من بسیار زیاد، برای اینکه اگر این جنگ از مرزهای اوکراین بیاد به لهستان، مجارستان یا کشورهای کوچکتر دیگه مشکل ساز خواهد. ولی اون کشورهایی که من اشاره کردم همه عضو ناتو هستند و حمله به یک کشور حمله به ناتو خواهد بود، بنابراین این عمل پیش نخواهد. نتیجه گیری که میخوام در این بخش بکنم اینه که این کنفرانس تحت تاثیر مسائل اوکراین، جنگ اوکراین و اسلحه رسانی به اوکراین برای متوقف کردن و در حالت شکست روسیه است. از نقطه نظر دفاعی اگر بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم، تا الان کشور اوکراین مقاومت خوبی در مقابل سلاحهایی که حالا بهش رسیده یا نرسیده، سلاحهایی که آمریکایی ها دارن میدن، موشکهایی که بهش به اوکراین میفرستن، این موشکها در واقع طوری تنظیم شده که نتونن به داخل روسیه حمله بکنن. یعنی دولت و ادمنستریشن آقای بایدن نمیخواد بهانه به دست روسا بده که بله ما سلاحهای ما یا موشکهای آمریکایی خاک روسیه رو زدن. نتیجه گیری که من میخوام در اینجا بکنم اینه که آیا شخص پوتین به این مسئله نگاه میکنه، با وجود اینکه دو کشوری که در اینجا نبودن، در این کنفرانس نبودن و دعوت نشد ازشون، روسیه و جمهوری اسلامی بودن، آیا روسیه پوتین امروز متوجه این مسئله شده که نمیتونه جنگ رو ببره؟ امروز اروپا و آمریکا و ناتو به این نتیجه گیری رسیدند که روسیه هیچ نقشی یا نقشه جنگی برای پیروزی در اوکراین نداره. امروز شخص پوتین و نظامیان روسیه در یک نقطه ایستادن که نگاه میکنن به یک مسئله خیلی ساده که ما باید به هر نحوی که هست با کمک گرفتن از هر کشوری که هست ما باید اوکراین رو و اون مقاومت اوکراین رو در واقع زیر پا بذاریم و این مسئله اتفاق نخواهد افتاد. کنفرانس امنیتی مونیخ با تعیین سیاست خارجی و نگاه کردن به مسائل امنیتی و تهدیدات منطقه‌ای اروپا و خاورمیانه این نتیجه گیری رو کرده که ما این جنگ رو در اوکراین پایان خواهیم داد. و در واقع نکته مهمی که هم صدر اعظم آلمان هم رئیس جمهور فرانسه بهش اشاره کردن این بود که راه پایان جنگ اوکراین از راه مذاکره بود، بدین معنی که اوکراین هم نمیتونه این جنگ رو ببره. برای اینکه چیزی رو که دنبالش دارن میگردن که آقای مکرون خیلی بهش اشاره کرد این بود که روسیه قسمتی از اروپا است و قسمتی از اروپا باقی خواهد بود. خب ما که نمیتونیم روسیه رو بعدا بزنیم یه جای دیگه، نمیتونیم ببریمش تو آفریقا که، نمیتونیم ببریمش تو چین که. ولی نکته که در اینجا هست اینه که این کنفرانس با مسائلی که درش صحبت شده، با موقعیت آمریکا و موقعیت لیبرال های آمریکا، بر نخوره به دوستان چپی من و من اصلا درگیری با دوستان چپی ندارم، امروز این دولت لیبرال آمریکا متوجه یک مسئله شده و اون مسئله خیلی ساده است و اون اینه که جنگ اوکراین در داخل اوکراین، همون سیاستی که مکرون و بقیه دارن صحبت میکنن، در داخل اوکراین باید خاتمه پیدا بکنه و تنها راه خروج از این جنگ مذاکره است. و مذاکره چیزی خواهد بود که آقای مکرون بسیار بسیار کوتاه بهش اشاره کردند که زمان صلح فرا نرسیده. ولی باور من بر اینه که تا پایان امسال باید برنامه برای جنگ اوکراین یا سیاست تعیینی که این مجمع امنیت جهانی انجام داده یا صحبتهایی که کردن که به چه نحو بتونن جنگ اوکراین رو جمع بکنن، نتیجه گیری های گرفته خواهد شد که من فکر میکنم فردا اعلام خواهد شد. بفرمایید. و جالب این کنفرانس. ولی
درسته که آمریکا نمیخواد که اسلحهش وارد روسیه بشه، یعنی روسیه از طریق اسلحه آمریکایی شکست بخوره، ولی راه دیگه ای هم آخه وجود نداره، یعنی هیچ راه دیگه ای وجود نداره. نمیشه که مرده رو از راه جادو جنبل مثلا یهو غیبش کرد، که امکان ترورش وجود نداره، امکان کودتا تو اون مملکت وجود نداره، برای اینکه او یه عده از دوستان و در حقیقت دوستان قسم خورده رو در کنار خودش نگه داشته و هر کسی که قدری خلاف بوده، خلاف نظر بوده، حذف شده در طول این 20 سال گذشته و بنابراین هیچ راهی وجود نداره مگر اینکه شکست. اما شاهد بودیم که پوتین یک گفتگویی کرده بود با رئیس حزب کمونیست روسیه که در آغاز نمیدونم 30 سال تأسیس حزب کمونیست روسیه خیلی دل و قلوه به هم داده بودن که آقا برای هم به قول معروف پپسی باز میکردن، او به او تعارف تیکه پاره میکرد و میگفت بله ما بعد از این که اینجا رو بگیریم و مناطق شرقی رو بگیریم، خب میدونین که الان اونجا واقعا تحت فشاره و اون بخشایی رو که روسا رو بیرون کرده بودن روسا دوباره برگشتن و البته با تخریب و نابودی کل شهر، چیزی از شهر باقی نذاشتن، همه رو دارن زیر توپ و همین پهباد و اینا هرچی هست، هر جنبندهی هست و میزنن. میگم ما میریم سراغ لهستان، ولی خب شما میگید که لهستان عضو ناتو، چنین چیزی امکان نداره. لهستان هم که گفتش که ما و داد عملا هواپیماهای مدرن رو داد به اوکراین که در ازاش F-35 و اینها رو دریافت بکنه. آیا واقعا تصمیم دارن که برن سراغ لهستان؟ چنین چیزی ممکنه به نظره؟ ببینید شما دو تا کلمه رو استفاده کردین، گفتین که سلاح ندادن که اینا به خاک روسیه برن. سلاحی که داده میشه سلاح دفاعیه، سلاح تهاجمی نیست. منظور من اینه که وقتی میان صحبت میکنن که بیایم 200 تا تانک لپرد آلمانی رو بدیم به اینها، این تانک نمیتونه شلیک کنه به داخل روسیه، ولی میتونه شلیک بکنه به داخل مناطقی که روس‌ها در اوکراین گرفتن. مشکی رو که من اشاره کردم، برد این مشک‌ها رو جوری تنظیم کردن که حتی از جبهه دفاعی اوکراین نمیتونه به داخل روسیه حمله بکنه. بنابراین آمریکا داره این جنگ رو مدیریت میکنه، ناتو داره این جنگ رو مدیریت میکنه با دادن سلاح‌های دفاعی و نه تهاجمی. شما گفتید امکان کودتا، ولی خب ممکنه یکی بهش یه سمی چیزی تو غذاش بریزن بدن بخوره، برای همین هم هست که غذاهاشو اول میده یکی دیگه میخورن، بعد اگه یه سالم بود خودش میخوره. این چیز قدیمی بوده که هست و هنوز هم هست و ایشون بسیار آدمیه که در انزوا داره زندگی میکنه، منظورم ولادیمیر پوتینه. و باور من بر اینه به خاطر اون منشور ناتو که حمله به یک کشور حمله به تمامی ناتو هست و امروز ناتو 27 کشور تمامی مرز روسیه با اوکراین و کشورهای بقیه لهستان و اسلوواک و تمامی عضو ناتو هستند، به غیر از اون کشوری که در اون قسمت پایین قرار داره مولدوا. خب به طور کلی مولدوان ها خودشون روس حساب میکنن، ولی پوتین امروز با این افتضاح و شکست نظامیان، من در یکی از برنامه هم گفتم در زمان قبل از حمله روسها رو به عنوان ارتش دوم دنیا حساب میکردن. خب این یک داستان بود، یک فری تیل بود که گفتن. امروز میدونیم که در داخل اوکراین ارتش روسیه ارتش دومه، یعنی ارتش اوکراین برتر از ارتش روسیه است به خاطر سلاح‌ها و به خاطر
تاکتیک های جنگی که آمریکا و ناتو به اینها پیاده کرده. آقای بمانه تا نزدیک 45 روز دیگه تانک های لپرد و تانک های آمریکایی وارد لهستان میشه. الان سربازان اوکراینی در آلمان و در آمریکا دارن تعلیم میبینن که روی این تانک ها کار بکنن. بنابراین اگر آمریکا بخواد روسیه رو در اونجا شکست بده، کار ساده ایه، میتونن انجام بدن. منتها به دلایلی که اگر هم روسیه بیشتر از این ضعیف بشه، ممکنه حالا جمهوری های اسلامی، نه جمهوری اسلامی ایران رو نمیگم، جمهوری هایی که در چیزی که ما میگیم شمال قفقاز و جنوب قفقاز قرار دارن، اونها ممکنه سر در بیارن. همین چچن ها که امروز دارن به روسیه کمک میکنن، اون کشور چچنیا. بنابراین مشکلاتی رو که اروپایی ها میبینن، نه تنها فقط اگر در جمهوری اسلامی رژیم عوض بشه 1 میلیون نفر ممکنه بیان اروپا، این تغییر در روسیه هم میتونه انجام بشه. سربازگیری روس ها رو دیدید شما، جوانان روسی فرار کردن، رفتن همین کشور مولدوا که من براتون میگم، اومدن در داخل لهستان و کشورهای دیگه، رفتن به گرجستان و ارمنستان و کشورهای دیگه که با روسیه مرزهای آزادتری داشتن. بنابراین این خطر وجود داره، ولی حمله به لهستان خودکشی نظامی ولادیمیر پوتین و روسیه خواهد بود. بفرمایید. بسیار برگردیم به ماجرای خودمون و کنفرانس مونیخ. ببینیم در مونیخ چرا این بار جمهوری اسلامی رو حذف کردم. من اعتقادم اینه که ابر و باد و مه و خورشید و فلک روزگاری در کار بودند تا جمهوری اسلامی بماند بر سر کار، و امروز ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا این جرثومه رو از روی زمین حذفش بکنند. به همین دلیل شما میبینید که دو گروه رو شرکت ندادن، یکی پوتین رو شرکت ندادن، یکی جمهوری اسلامی رو شرکت ندادن. ولی به جای اون شاهزاده رضا پهلوی و خانم مسیح علی نژاد رو دعوت کردن. میخوام نگاه شما رو به این جریان ببینم چگونه است. اجازه بده من یه ذره شما رو 1 هفته برگردونم. بفهم دیروز جمعه که 17 فوریه بود، خب این کنفرانس در مونیخ شروع شد، مجمع امنیت جهانی، کنفرانس امنیتی مونیخ. هفته قبل در جمعه قبل دیدیم که کنفرانسی بود در جورج تاون یونیورسیتی در واشنگتن، و در آنجا 8 نفر از این ائتلاف، نه اتحاد، ائتلاف جدیدی که به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، خانم مسیح علی نژاد، خانم بنیادی، حامد اسماعیلیون و بقیه هم که از طریق کنفرانس اومدن در این برنامه، خانم شیرین عبادی، گلشیفته فرهانی و بقیه، علی کریمی و بقیه که شرکت کردن. خب وقتی شما راجع به مه و خورشید و فلک صحبت دارید میکنید، نگاه میکنیم که یک کنفرانس انجام میشه در جورج تاون یونیورسیتی، روز بعد در همین شهر لس آنجلس میبینیم که حالا به عبارتی 50,000 نفر، 80,000 نفر یا 180,000 نفر، چون من نمیدونم، اگه شمارشی انجام نشده که دونه دونه بزنن چند نفر بودن، ولی تخمین دارن. ولی اجازه بدیم بگیم که یکی از بزرگترین فراخانی ها و گرد همایی ایرانیان خارج از کشور بر علیه رژیم جمهوری اسلامی بود. میبینیم در اون لحظه شاهزاده رضا پهلوی در اونجا، من نمیدونم دقیقا اگر اعلام کرده بودن ایشون میان یا نه، خب اومدن در اونجا که خیلی هم مورد علاقه مردم بود و خب پرچم ها پرچم ایران بود. این مسئله با دعوتی که از شاهزاده رضا پهلوی و خانم علی نژاد و خانم بنیادی شده، به نظر میرسه که وقتی من میگم مجمع امنیت جهانی و تعیین سیاست خارجی، امروز نه تنها اروپا و آمریکا، بلکه خیلی از کشورهای جهان تهدید جمهوری اسلامی رو خیلی جدیتر از اونی که ما فکر میکنیم گرفته. نه فقط به خاطر پهپادهایی که به
نیروی روسیه تحویل داده شده که امروز هم پهپادهایی رو در چند هفته پیش به روسیه هم کردن که این پهپادها دیگه پهپادهای کاماکازه نیست، یعنی میتونه بره بالا بیاد بیشینه و مجدد استفاده بشه. تمامی اینها حالا میخوایم بگیم تشکیل محور، تشکیل یک ائتلاف یا هر مسئله دیگه، دخالت جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین چشم اروپایی رو باز کرد. من چرا میگم چشم اروپایی و آمریکا رو گذاشتم کنار؟ برای اینکه زمانی که آمریکا تشکیل میشه، شانس بزرگه که کشور ایالات متحده آمریکا داره اینه که بین دو تا اقیانوسه، یعنی یک خاکه که شرق آمریکا و غرب آمریکاست و از این طرف هر کی بخواد بیاد با کشتی یا اینا یا هر وسیله دیگه هواپیما بخواد بیان، اینا از جلو جلو میبینن. برای همین هم است که این کشور تونسته به یک ابرقدرت، تنها ابرقدرت نظامی و اقتصادی دنیا تبدیل بشه. البته از نقطه نظر اقتصادیش به خاطر منابع داخلیه، و کشور آمریکا تنها کشوری در دنیا که اگر بسته بشه محاصرش بکنن 95% از احتیاجات داخلی خودش رو از منابع زیرزمینی، از نفت و گاز و بنزین و هر موادی که بگین در اینجا میتونه تولید بکنه. این تنها کشور دنیاست که میتونه این کار بکنه. خب جنوب آمریکا مکزیک، شمال آمریکا کاناداست، اینا هم که ببخشید کشورایی هستند که کاری ندارن با آمریکا و زیر سلطه این ابرقدرت هست. بنابراین اینجا آمریکا اشکالی با خودش نمیده، خطر در اروپاه، خطر در اینجاست که جمهوری اسلامی برای اینکه حالا اون قرارداد برجام رو میذاریم کنار، مسائل دیگه که پیش اومده با وجود اینکه تحت این تحریمات هستن، با وجود در نظر گرفتن سیاست خارجی آمریکا به خصوص شخص آقای پرزیدنت بایدن که نمیخواد با جمهوری اسلامی در واقع در بیفته، اروپا این احساس رو کرده که باید از طریق این کنفرانس مونیخ، از طریق این نشست مجمع امنیت جهانی و سیاست خارجی، نظر خودش رو و دیدگاه خودشون رو نسبت به جمهوری اسلامی اعلام بکنن. یعنی اینکه بله، ما دیگه اجازه نمیدیم که شما بیاین خاورمیانه رو ممکنه به هم ریختید، ممکنه سعی کرده در روسیه دخالت بکنید، ممکنه در سوریه رفتید دخالت کردید، خواستید با اسرائیل هم مرز بشید، ولی چنان شما رو کوباندن اونجا و چنان خندیدن به ریشتون که انداختنتون بیرون. اگر اومدید در بیروت در لبنان این عمل انجام دادید، حزب الله فعلا کنار نشسته چون میدونه که اگر جنگی رو با اسرائیل شروع بکنه آخر حزب الله است. بنابراین وقتی که اروپا به این مسائل و اقداماتی که جمهوری اسلامی در داخل خاورمیانه از عراق و یمن و لبنان و سوریه انجام داده، به اروپا ثابت شد که قصد جمهوری اسلامی پیاده کردن همین سیاست ها در اوکراین هست و این خطر بزرگی بود و تصمیمی که گرفته شد که از مخالفان جمهوری اسلامی که این ائتلاف تازه به پا گرفته شده به رهبری شاهزاده رضا پهلوی هست داره شکل میگیره و این نشان و علامتی بود که زنگ ناقوس پایان جمهوری اسلامی زده شده. اجازه بدین من برگردم به داخل ایران. زمانی که خانم علی نژاد صحبت میکردن گفتن منشور آزادی ایران از داخل ایران میاد، به نظر میرسه که یک هسته مقاومت و یک هسته پیگیری و یک هسته عملی در داخل ایران وجود داره. چیزی رو که اونها دنبالش میگشتن، چیزی رو که اون محور مقاومت، چیزی که اون هسته مقاومت در داخل دنبالش داشته میگرده، یعنی که صدای اونها رو در خارج منعکس بکنن. صدا منعکس شد، زنگ خطر زده شده و امروز حالا شما از اون ماه و فلک و اینا استفاده میکنین، چیزی رو که من میگم اینه که هم ایالات متحده آمریکا و هم کشورهای اروپایی به نتیجه رسیدن که این رژیم در حالت این فکر، من این رو بارها گفتم، ممکنه که فردا تغییراتی داده بشه، کلمه اسلامی رو بردارن، جمهوری اسلامی بشه، جمهوری ایران بشه یا هر تغییر دیگری، ولی نکته مهمی که در اینجا وجود داره اینه که جمهوری اسلامی با تحمیل کردن دین و قاطی کردن دین به هر مسئله خاص مردم رو کنترل بکنه.
آقای بهبهانی، 1979 مردم ایران یک کشور تقریبا نیمه غربی بودند. رژیم عوض شد، ملت عوض نشدند. بچه ها و نوه های اونها، نسل سوم که امروز زی جنریشن زده بیرون، که امروز با داشتن این دیجیتال پلتفرم، منظورم تلفن ها و بقیه ابعاد کامیونیکیشن هست، یک مسئله رو داره نشون میده. اونها عوض نشدن. کشورهای غربی امروز به این مسئله پی بردن، اروپا به این مسئله پی برده. و اگر تظاهرات از سپتامبر گذشته به خاطر قتل مهسا امینی که شکل پیدا کرد، که یک شکل بین المللی پیدا کرد که توسط گروه های فمینیست، گروه های اینترنشنال فمینیست، و در واقع اینو باید بگم اینجا که گروه های چپی اروپا برای اولین دفعه متوجه شدن که دیگه جمهوری اسلامی رو نمیتونن باهاش کنار. این یک جمهوری غیر انسانیه، این یک سیستم غیر انسانیه، و به خاطر اتفاقی در داخل ایران افتاد و حکومت دین سالاری که پیاده کردن، اروپا به اون نتیجه گیری رسیده و دنبال یک گروه میگشتن در خارج. آیا این گروه ائتلاف به رهبری شاهزاده رضا پهلوی و نشانش در این کنفرانس امنیتی جهانی پیامی داره به جمهوری اسلامی میده؟ تنها پیامی که هست اینه که ورق این کتاب داره برمیگرده و عمر شما به پایان رسیده. من باور من بر اینه که به خاطر اون حرفی که همیشه میزنم که سپاه پاسداران بستر جمهوری اسلامیه، و به خاطر دید و برداشتی که از جامعه جوانان زی جنریشن ایران دارم، باور من بر اینه که این بچه ها اون تحمیل جنسی، تحمیل دینی رو که در هر مسئله هست قبول نخواهند کرد، و داریم میبینیم که قبول نمی کنن. اعتراضات در ایران پایان نگرفته، سردی هوا و شاید هم مسائل دیگه قدری این مسئله رو آروم کرد، ولی این یک خاکستریه که در زیر این آتش هست. و به نظر من چیزی رو که شاهزاده رضا پهلوی، صحبت هایی رو که خانم علی نژاد با مکرون و بقیه کردن، نشانگر یک مسئله است، و اون یک تفاهم بین المللی و یک تعیین سیاست خارجی، و اون سیاست خارجی اینه که جمهوری اسلامی دیگر قابل تحمل نخواهد بود، به خصوص با دخالتی که در اوکراین کردن، به خصوص با مسائلی که در اوکراین پیاده کردن و پشتیبانی که از روسیه کردن و مسائل دیگه. فراموش نکنیم این کنفرانس، کنفرانس امنیتی مونیخ، دو مسئله رو نشون داد. ما هم روسیه رو قبول نداریم، هم جمهوری اسلامی رو. یعنی زمانی که میخوایم روسیه رو تضعیفش بکنیم، به خاطر صحبت‌های من در بخش اول که گفتم، مکرون گفته که هنوز وقت صلح فرا نرسیده، یعنی ما بیشتر از این روسیه رو ضعیف بکنیم. و طرفداران چینی ها خودشون از اون محور کشتن بیرون، کره شمالی هم وزنه نیست. بنابراین تنها کسی که میتونست اون پشتیبانی و اون در واقع اسلحه رسانی رو به روسا انجام بده، جمهوری اسلامی بود. پس بنابراین هم روسیه و هم جمهوری اسلامی دچار تغییراتی خواهند شد. و من بازم تکرار میکنم، جدول زمانی رو دنبالش نگردین، فقط یک مسئله رو دنبال کنین، و اون اتفاقات و علائمی که سیستم های و دولت های بین المللی، برای اینکه آمریکا نمیخواد بیاد جلو بگه که ما میخوایم رژیم جمهوری اسلامی رو تغییر بدیم. این کنفرانس امنیتی مونیخ بهترین وسیله بود که نمایانگر یک اتحاد بین المللی و جهانی بر علیه جمهوری اسلامی باشه، که حرف از دهن هیچ کس زده نشه و جمهوری اسلامی نخواد تلافی بر علیه کشور یا شخص بخصوصی انجام بده. ولی من فکر نمی کنم به همین سادگی مسئله انجام بشه. تظاهرات ادامه پیدا خواهد کرد، هم در داخل هم در خارج، و به نظر من برنامه ریزیه که در خارج داره انجام میشه بسیار بسیار روشنتره تا در داخل. و منتظر یک مسئله باشیم. وقتی میبینیم در سال روز تشکیل جمهوری اسلامی نمیتونن آدما رو دعوت بکنن یا برنامه ریزی بکنن بیارن بیرون، برای اینکه جمهوری اسلامی از سایه خودش هم امروز میترسه، میترسه که آدم ها رو مثل دفعه قبل سوار اتوبوس ها بکنن، از شهرستان ها یا شهرها بیارن داخل تهران، بگن 1 میلیون نفر اومدن تو خیابون به خاطر تشکیل جمهوری اسلامی.
کمک کردن. ببینید مردم، ما هنوز طرفدار داریم، دیگه میترسن این کار رو انجام بدن، برای اینکه میترسن در داخل اون هم اختشاش پیش بیاد. پس این جمهوری که از سایه خودش هم داره میترسه، به نظر من جز فنا شدن و تغییر چیزی رو وجود نداره. در خاتمه یک کلمه دیگرم، من یک جمله دیگرم اضافه میکنم و اون اینه که فراموش نکنیم هرگاه در هر سیستم دیکتاتوری، در هر سیستم توتالیتریان، وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که یک سیستم مذهبی میاد ایدئولوژی خودش رو میخواد به مردم تحمیل بکنه، نتیجه ای که از این مسئله پیش اومده نتیجه سکولاریزیسیونه، نتیجه آزادیه، نتیجه آزاد شدن ملت هاست. بنابراین من چیزی جز تغییر و پایان جمهوری اسلامی نمیدونم. بفهمید. آره، یعنی همینطوری که شما میگی، اما توی این کنفرانس موقعیت آمریکا هم باید نگاه کرد. موقعیت آمریکا چیست در این کنفرانس های آلبرت؟ امروز با در نظر گرفتن سیاست های آقای پرزیدنت بایدن در داخل آمریکا و در خارج از آمریکا، هر گونه دخالت نظامی در ایران از نقطه نظر آمریکا این باور را دارند که نتیجه معکوس در جمهوری اسلامی خواهد داشت. من اینو قدری باز میکنم. اگر 10 سال پیش، 20 سال پیش آمریکا حمله نظامی میکرد یا اسرائیل حمله نظامی میکرد، نتیجه دیگری رو داشت. یعنی که ملت ملی پرستان، میهن پرستان ایرانی بیان بیرون و بگن که یه کشور خارجی به ما حمله کرده و به خصوص دستگاه دولتی و تبلیغاتی و امنیتی ایران از این مسئله استفاده بکنه. ولی امروز چنین چیزی نیست و آمریکا درست متوجه این مسئله شده. پس موقعیت آمریکا که راه حل نظامی رو کنار گذاشته، ما حتی دیدیم جمهوری اسلامی به عربستان حمله کرد، آمریکا عکس العمل نشون داد. جمهوری اسلامی پهپاد 200 میلیون دلاری آمریکا رو زد، آمریکا عکس العمل نشون داد. تمامی اینها برای اینه که گذر زمان از نقطه نظر آمریکا، گذر زمان برای حکومت دینی جمهوری اسلامی مهربان نبوده و آمریکا منتظر این بوده که این سیستم خودش رو از داخل مثل موریانه بخوره و داره میخوره. داستان سیاست آمریکا مسئله بسیار بسیار ساده ای و اون اینه که ما خواستیم شما رو وارد برجام بکنیم، ما خواستیم به شما اون حاکمیتتون رو برگردونیم هم در داخل هم در خارج. شما نخواستید، جمهوری اسلامی نخواست و اون معامله‌ای که روی میز بود و آمریکایی‌ها پشت پرده توسط همین آقای درب داغون رابرت مالی هی به جمهوری اسلامی میدادن این بود که بیان امضا بکنید، بیان امضا بکنید، شما هرچی خواستین که ما بهتون دادیم، پولا رو هم اینطوری آزاد میکنید. وقتی که این عمل انجام نشد، موقعیت آمریکا کاملا روشن بود. قولی رو که پرزیدنت بایدن در زمان مسائل انتخاباتی خودش داده بود که من ایران رو به برجام برمیگردونم و با ایران صلح میکنیم، عملی نشد. عملی نشدن این مسئله خط مشی سیاسی آمریکا رو در رابطه با جمهوری اسلامی روشنتر کرد و بزرگترین اشتباه جمهوری اسلامی این بود که در جنگ اوکراین دخالت کرد و تا اون زمانی که برای اروپا تهدید نشده بود، آمریکا با اون مسئله هنوز کنار ایستاده بودن و امیدی داشتن یا ذره امیدی داشتن که این مسئله برگرده. بنابراین سیاست آمریکا امروز کاملا روشنه و اون رو در اختیار اروپا گذاشته. تهدید اروپا تهدید به ناتوه، تهدید به ناتو تهدید به آمریکاست. ولی باور من بر اینه که میز سیاست خارجی آمریکا، در واقع میز جمهوری اسلامی، مسائلی رو که برای کاخ سفید و شخص پرزیدنت بایدن ارائه کرده بودن مسائل عمومی بود، بدین معنی که اگر ایران سقوط بکنه، جمهوری اسلامی سقوط بکنه، چه سیستمی پیش خواهد اومد؟ یک.
دو، آیا آلترناتیو وجود داره که ما بتونیم کمک بکنیم یا حداقل پشتیبانی نکنیم؟ امروز اون آلترناتیو داره شکل میگیره. من نمیگم شاهزاده رضا پهلوی امروز تمام کابینه و برنامه رو درست کردن، خیر، ایشون دارن نشون میدن به بقیه و همونطور که در صحبتشون گفتن یک اتوبوس مجانیه که بیاین سوارش، احتیاج به دعوت نداره. بنابراین آمریکا تمامی این مسائل رو که داره دنبال میکنه به این نتیجه گیری رسیدن که از نقطه نظر سیاسی بهتره که آلترناتیو در اینجا پیش بیاد و ما از اون آلترناتیو پشتیبانی بکنیم، این موقعیت ماست و مداخله نظامی نداشته باشیم و به اسرائیل هم در خاورمیانه این اطلاع رو بدیم که شما میتونید این حملات کوچیک و خرابکاری رو انجام بدین، اونم برای ضعیف کردنه. و فراموش نکنید امروز ملت ایران در داخل ایران دیگه به این حملات و به مداخلات اسرائیل اصلا لذت بخش شده براشون. ولی آیا 10 سال پیش هم اینطور بود؟ آیا 20 سال پیش هم اینطور بود؟ پس بنابراین هر چی که گذر زمان داره میره، جمهوری اسلامی در با بیکفایتی مدیریت، با به نظر من بیعقلی کامل و رهبری که فقط در تمام فکر و هوش اگر داشته باشه، یک مسئله وجود داره و اون اینه که به هر نحوی از ما با آمریکا مخالفت بکنیم. خب مخالفت بکنیم، این غول اقتصادی و این تن و ابر قدرت دنیا میدونه چطور برنامه ها رو پیاده بکنه و اگر این برنامه ها رو میسپارن دست حالا مجمع امنیت جهانی، کنفرانس امنیتی مونیخ و سیاست خارجی، فقط نشانگر یک مسئله است و اون اینه که ما سیاست خودمون و تصمیم گیری خودمون رو کردیم، به شما حمله نظامی نمی کنیم و اجازه میدیم که در داخل پاچیده بشیم و اون شکل و اون سیاست آمریکاست که این گزاره شکل میگیره. و من باور من بر اینه که تحولات چند ماهه آینده این ائتلاف رو در خارج قوی تر خواهد کرد و در واقع نشانگر یک مسئله بود. آقای بهبهانی، در مونیخ وقتی که عکس شاهزاده رضا پهلوی نشوندن که از کنفرانس بیرون میومد، نشانگر یک مسئله بود، اون پیام داده شده، اون تصمیم گرفته شده. بنابراین تصمیم آمریکا و موقعیت آمریکا بسیار بسیار شبیه همین موقعیت و تصمیمات اروپا است. بفرمایید. بهاد، این نقش آمریکا اینجا خیلی مهمه تو این کنفرانس. من فهم میکنم بالاخره باید جواب بده، ولی میبینیم از این طرف باز هم دارن تقلا میکنن که میگن دیپلماسی بهترین راه حله، ولی تا کی میخوان این روش رو ادامه بدن، دیپلماسی ناموفق رو؟ من فقط در حیرتم که آقای بهبهانی اجازه بده من یه توضیح اینجا بدم. ببینید شما وقتی راجع به موقعیت آمریکا صحبت میکنین، خب موقعیت دولت آمریکا وقتی که خانم وایس پرزیدنت کامالا هریس در این کنفرانس شرکت میکنن، باز ایشون میاد میگه که ما آمریکا اعلام میکنه که روسیه اومده چیکار کرده، جرایم ببخشید جنایت جنگی کرد. خب این وایس پرزیدنت دولت آمریکاست، وایس پرزیدنت آقای بایدن. یعنی چی؟ یعنی که سیاست دولت آمریکا نسبت به این مسئله حرفیه که خانم کامالا هریس داره میزنه. خب این دولت آمریکا جناح‌های مختلفی رو داره. جناح چپ حزب دموکرات، حالا سناتورهای چپی، سندرز و بقیه. بنای جنگ، من اشاره کردم که آمریکا از نقطه نظر نظامی در داخل ایران آپشنی نداره و نمیخواد دخالت بکنه. ولی اگر صحبت از دیپلماسی نشه، برای آقای پرزیدنت بایدن در کاخ سفید که انتخابات پیش رو داره، حالا معلوم نیست ایشون کاندید بشه یا نشه، مشکل پیش خواهد اومد. ایشون راه فرار داره میذاره. راه فرار یعنی که دیپلماسی رو ما باز گذاشتیم. ما درست از شاهزاده رضا پهلوی دعوت کردیم بیاد کنفرانس امنیتی مونیخ، درسته ما این کارو کردیم، دعوت هم کردیم، اما ما نبودن. کنفرانس امنیتی مونیخ ما یک سازمان مستقل امنیت جهانی و سیاست خارجی. بنابراین در اینجا آقای پرزیدنت بایدن دارن سیاسی فکر میکنن و دارن سیاسی عمل میکنن و راه سیاسی فکر کردن و سیاسی عمل کردن چی آقای بهبهانی؟ دیپلماسی. دیپلماسی یعنی که همیشه راه برای صحبت کردن باز بذاریم.
ولی آیا دوستانی که دارن به این صحبت گوش میکنن و شما فکر میکنید که این جمهوری جهل و جنون با این کاری که کرده برمیگرده پای دیپلماسی و صحبت؟ بفرمایید. نکته جالبی بود، ممنونم ازت. یه اتفاق دیگه هم افتاد که ما به خاطر اینکه اون هفته هم محروم بودیم نتونستیم راجبش حرف بزنیم، این ماجرای زلزله ترکیه است. دوستی دارم من که در حقیقت باید بگیم دوستی داریم ما، که شما هم به حال میشناسیشون، گفت چند ماهی شبان روز تقلا کردم که و چند سفر رفتم به ترکیه و برگشتم برای اینکه یک کارخونه حلواسازی رو اونجا بتونم که کلید بزنیم و به حال راه بندازیم اینا، چون در یکی از این مناطقی که زلزله زده که والا اسمش رو به خاطر ندارم، اون خودش برام نوشته بود، اونجا مرکز همین بخش زلزله است و اتفاقی افتاد. نمیدونم چه اتفاقی افتاد. تصویرتون رفت آقای ببینید. آره نمیدونم چرا، ببینیم چه اتفاقی افتاد. به گفتش که این فکر کنم تلویزیونش، نه نو سیگنال به ها کار نمیکنه، حالا بگذاریم. آره گفتش که من چند ماهی تلاش کردم برای این کارخونه حلواسازی که در اون منطقه‌ای که زلزله اومده، ولی بیناگهان این زلزله اومد و همه چیز خراب شد. البته گفت خوشبختانه اون خانواده و اعضاش همه سالمن، ولی صحبه بحثن این بود، میگفتش که اون مردم چون اونجا یکی از مراکز که ظاهرا خانواده های سوری که از سوریه فرار کردن و به ترکیه پناهنده شدن، با سرمایه‌ای که از سوریه و خودشون آوردن اون شهر رو ساختن در حقیقت، و میگم حالا جمع شدن که یخه اون شرکت های ساختمانی که این کار کردن بگیرن و بگن که این خونه‌های کاغذی چی بوده که شما درست کردید، چون بر اساس زلزله اون سال 2004 بود فکر میکنم که اومد، یه سری که در استانبول خیلی کشته داد، یه سری استانداردها رو عوض کردن و قرار شد که بر اساس این استانداردهای جدید ساخته اونا ساخته بشه، ظاهرا اینا اونو عمل نکردن. من بهش گفتم که فکر نکنم همچی اتفاقی اونجا اینا زورشون برسه، میخوام ببینم نگاه شما رو اساسا به این زلزله و این وقایع و نقش دولت ترکیه و اردوغان ببینم که چیست. بفهمید تا بشنم. این زلزله یک طوفان جهنمی بود که در جنوب ترکیه اتفاق افتاد. اشاره شما به اون شهر کاملا درسته، خیلی از اون بناها با سرمایه های سوری هایی که بعد از جنگ جنگ داخلی سوریه اومده بودن اونجا، خب اونجا رو درست کردن. ولی اجازه بدید من به چند تا نکته اشاره بکنم. این اتفاقی که افتاد در 100 سال اخیر در ترکیه بی سابقه بود. ترکیه زلزله خیزه، به خصوص جنوب ترکیه که به روی چند تا از این محورها و این خطهای زلزله به اصطلاح وجود داره. یک زیربنای نامرغوب معجزه اقتصادی این حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان رو محو کرد. ساختمان های کاغذی که بهش اشاره کردین، این شوک این زلزله و فیلم برداری هایی که یا فیلم هایی که داریم میبینیم انجام شده، امروز به خشم مردم ترکیه تبدیل شده. فراموش نکنیم 1999 در اون ترکیه، در ترکیه وقتی زلزله اومد آقای اردوغان هنوز نخست وزیر نبود،
و همون زلزله باعث شد که ایشون نخست وزیر بشن و به صدارت برسن، بعدم که قانون عوض کردن هاروشتن رئیس جمهور ترکیه. اتفاق بزرگی که در اینجا افتاده و این ساختمان ها اینه که این ساختمان های شکننده و کاغذی که همینطوری فرو ریخته، در واقع دولت اردوغان رو داره فرو می‌ریزه. چون در سال 1990 که اشاره کردم، دولت اردوغان بعد از اون که روی کار اومد در سال 2003 یا 4 روی یک مسئله تکیه کرده بود و اون این بود که خیلی از این خونه هایی که هم در این شهر و اون در منطقه جنوبی ترکیه ساخته شده بود و در قسمت های دیگر ترکیه، فقط در اونجا نبود، ولی بیشتر ساختمان ها اونجا بود. الان بیشتر از 6000 ساختمان خراب شدن و آسیب دیدن. نزدیک به 1 میلیون نفر الان بی خانمان هستن. 50000 نفر تا امروز دارن گزارش میدن که کشته شدن، که من فکر میکنم که رقم رو عمدن پایین نگه داشتن و تعداد کشته شدگان خیلی بیشتر از این. اما چرا این برنامه انجام شد؟ اشکال بزرگی که در ترکیه پیش اومد که وقتی اردوغان نخست وزیر ترکیه شد، ده ها هزار ساختمان در جنوب ترکیه و در شهرهای دیگه بود که حالا با رشوه یا با دنبال نکردن از کدهای ساختمانی درست شده بود و شهرداری های این شهرها به خصوص در همین شهر بزرگ که زلزله آمده بود، این ساختمان ها رو جلوش گرفته بودن، به اینا پایان ساختمان نمیدادن که اینها درست بکنن. اردوغان اومد گفتش که نه خیر، اگر اینا اشکالی دارن، اگر اینها مسئله دارن، این ساختمان ها اگر چیزی داره، بیایم اینا رو درست بکنیم، بیایم اجازه بدیم که این ساختمان ها درست بشن. و ایشون شروع کرد قوانین رو عوض کردن و در سال 2018 قوانین رو به طور کلی عوض کردن و همینطور شروع کردن به ساختمان سازی بی خود. حالا مثل اون برنامه که ما در ایران دیدیم، در آبادان دیدیم، ساختمان یادم نیست متروپول بود یا بقیه، اجازه 3 طبقه می گرفتن 6 طبقه می ساختن و این ساختمان ها نداشت اون در واقع قدرت تحمل این ساختمان رو. در نتیجه این ساختمان ها فرو ریختن. نتیجه که داریم میبینیم از عکس هایی که بعد فیلم هایی که در اومده، همینطوری ساختمان ها مثل کاغذ اومدن پایین. یکی از منابع صلیب سرخ وقتی به اونجا سفر کرده بوده میگه که در ریزش این ساختمان ها ما بلاک های سیمانی رو دیدیم که همینطوری اومده پایین. این نشانگر اون مسئله است که این ساختمان ها بر اساس کد های درست شهرداری و ضد زلزله و دونستن این امر که این مناطق زلزله خیز هستند درست نشده بوده. من گفتم در 100 سال اخیر چنین زلزله در ترکیه پیش نیامده بوده. در زلزله آخری در سال 2000 خودی بود دیدیم که تعداد زیادی کشته شده. ولی خب بله بزنم، ولی این به این نحو نبود و این همه ساختمان مورد در واقع قرار نگرفتن، تحت تاثیر قرار نگرفتن. آقای بانی، بحران انسانی که امروز در ترکیه ایجاد شده، به خصوص با اون حالا نزدیک 2 میلیون یا 3 میلیون سوری که به ترکیه تزریق شدن و در اونجا هستن، این یک بحرانیه که توسط انسانها درست شده، توسط کمبود فکری کسی مثل اردوغان درست شده. تخمین میزنن بالای 50% از این ساختمان هایی که خراب شده توسط اعضای حزب عدالت و توسعه ترکیه، دوستان اردوغان، فامیل و کسانی که رشوه دادن و اینها رو درست کردن. و اون توسعه و خانه سازی که اردوغان در انتخابات به مردم ترکیه قول میداد، امروز باعث مرگ و باعث نابودی مردم ترکیه شده و این خشم رو داره ایجاد میکنه. 14 می چند ماه دیگه انتخابات عمومی ترکیه است. آیا فکر میکنید که اردوغان اجازه خواهد داد این انتخابات پیش بره؟ چون اگر پیش بره بدون شک مردم ایشون رو مقصر میدونن و رأی طوری برمیگرده که دیگه انتخاب نشه. ولی امروز ما رقیب واقعی برای اردوغان در حال حاضر که من و شما داریم صحبت میکنیم وجود نداره. امکان داره در ماه دیگه 1-2 ماه دیگه 1-2 نفر با هم دیگه ائتلاف بکنن و بیان جلوی اردوغان بایستن. ولی اتفاقی که افتاد، من فکر میکنم کمک های بین المللی بیشتر از این باید به ترکیه بشه. این زلزله از توانایی بازسازی ترکیه، اون توانایی بازسازی و اون جا دادن این آدم ها رو نداره و نمیتونه چیکار، نمیدونه چیکار بکنه. و امروز اردوغان
هر جا که میره متوجه یک مسئله شده که کشور ترکیه نه تنها آمادگی نداشت و اون قولی رو که اردوغان داده بود که ما برای همه خونه میسازیم و به همه رو صاحب خونه میکنیم، یک آرزو و یک فریتل و یک داستان بچگانه بیشتر نبوده. در یکی از این خبرها آمده بود که در یک مکان، حالا متعلق به شهرداری بوده، که در واقع محل نگهداری نقشه ها و این سند های ساختمان ها بوده، یه بولدوزری اومده گفته این ساختمان دچار آسیب شده، معلوم نیست دچار آسیب بوده یا نه، اومده این ساختمان رو خراب کرده و تمام مدارک و شواهدی که نسبت به این ساختمان ها که نباید بوده برای اسکان انسان ها اجازه داده می شده خراب کردن و اون مدارک رو از بین بردن. نزدیک 100 یا 110 نفر رو فعلا گرفتن که سازندگان این ساختمان ها بودن، ولی این اشخاص بدون اجازه دولت و بدون اجازه شخص اردوغان نمیتونستن این کار رو انجام بدن. یک فاجعه بزرگیه که یه جای جنگ میشه، شهروندان اونجا میرن، یه جای دیگه فکر میکنن اونجا بهتره و در اونجا میمیرن. در سوریه هم این مسئله هست، در اون مناطقی که در خارج از شهر حلب و در استان ادلب هست که هنوز هم بازماندگان داعشی ها و سلفی ها در اونجا هستن، اونها هم با زمستان سختی که در شمال سوریه هست در چادرها که دارن زندگی میکنن وضع بسیار اسفناکی رو دارن. اگر کمک های بین المللی نباشه، من فکر میکنم یک فاجعه که زمان بسیار زیادی طول خواهد کشید تا ترکیه بتونه از این بد قدم بکنه، به خصوص ترکیه که امروز در شهر زیبای استانبول که یک شهر کازموپولیتن بین المللی هست و از سراسر دنیا به این شهر زیبا میان. من فکر میکنم همه چیز ترکیه رو تحت تاثیر قرار خواهد داد برای مدت زیادی، ولی اون لنزی رو که من گذاشتم امروز، اون لنز انتقادی روی تلاش های امدادیه، تلاش هایی که با این آدم ها چی کار میخواییم بکنیم. شما چطور شما برنامه ریزی نداشتید در منطقه که میدونستید زلزله خیزه؟ نگاه نکنید به این جمهوری جهل اسلامی که زلزله میاد در خود نمیتونن، میگن نداریم آقا وسیله نداریم، ولی همه این نادانان میان هرچی هم که ته اون کمک ها بوده میفرستن برای سوریه. اون داستان دیگریه. اردوغان اومد این قول به مردم داد ولی نتونست، و این اشتباهات بزرگ اردوغان و این زلزله باور من بر اینه که روی انتخابات آینده ترکیه تاثیر خواهد گذاشت. بفرمایید. من عرضم به حضورت که بذار اینو درستش کنم. عرضم به حضورت که آره، ولی باز به نسبه وضع اینا بهتره تا مردم فلاکت زده سوری. این سوری های بیچاره 10 سال زیر بمب داعش و روس و نمیدونم جمهوری اسلامی بودن، حالا هم که زلزله اومد هیچ مأمنی هم ندارن، نه دولت اسد قادر به اینا کمک کنه، نه جمهوری اسلامی چنین امکانی رو داره که به اینا کمک کنه. نداره، اگه داشت حتما بهشون کمک میکرد، چون که ما در گذشته مثلا در لبنان دیدیم، در خود سوریه هم دیدیم اینا خیلی ساخت و ساز کردن اونجا. ولی خب امروز این داستان نبود پول، اینکه رئیسی بلند شد رفت چین و دست خالی بازگشت و تلاش کردن که دمم سوئیفت چینی باز بکنن، ولی خب میدونیم تا اینکه این AFTF براش حل فصل نشه و سوئیفت واقعا باز نشه، هیچ بانکی قادر نیست پول اینا رو جابجا بکنه. حالا این سوئیفت چینی یعنی اینکه یه مقدار پولی که هست در چین اینا بتونن از خود چین کالا وارد کنن. مگه چقدر چین میتونه اینا رو تامین کنه؟ در حالی که زیر ساختای اون مملکت همه مؤسسات غربی هستن. اینا که چیز جدیدی که نساختن که، اینا هر چی کارخونه هست در ایران کارخونه های مربوط دوران محمد رضا شاه، اونا همه ماشینالاتش رو از نمیدونم ایتالیا و آلمان و فرانسه و اتریش و تو نساجی فرض کنید از بلژیک و اتریش و آلمان آوردن،
نمیدونم تو اون یکی صنعت رفتن از نمیدونم فرانسه و نمیدونم انگلیس و آمریکا آوردن، چیزی نداره که بتونن که با ساختار چینی کارشی را بندازن. ممکنه چینی ها بتونن مدل اونو درست بکنن، ولی کامپتیبل نیست، نمیتونه، توان این اجرا نداره، میشکنه، از بین میره، قدرت اجرایی نداره. نمیدونم، من خیلی نگران مردم سوریه هستم واقعا، اینا بیچارن و دم اون کلاسفیدا گرم که اینا مامورانی بودن که در اون دوران بمباران میرفتن مردم از زیر بمب نجات میدادن، حالا همونا هستن که بازم با همون امکانات محدودشون دارن کمکشون میکنن که اینا رو بیارن بیرون. ولی تو این سرما و شرایط سخت خیلی خیلی، و خب میدونیم که اسرائیل هم سخت این وسط ایستاده و جمهوری اسلامی رو تهدید کرده که ما نگاه میکنیم که تو نکنه از اون زیر لایه نمیدارم کمک امدادی اسلحه و اینا وارد کنی. واقعا در این قضیه جمهوری اسلامی ها میتونه چنین کاری بکنه به نظر آقای آلبرت؟ چی میبینی صحنه رو؟ البته من فکر میکنم شروع این داستان همطور که شما اشاره کردین از اینجا بود که در زیر پوشش کمک به زلزله زدگان سوریه شما اسلحه یا موشک یا هر برنامه دیگه که برای حزب الله میخواین نفرستین. ببینید آقای یبانی، من اشاره در اول برنامه کردم، گفتم که اینها سعی کردند که در سوریه برای خودشون پایگاهی درست بکنن. حالا دو مسئله اینها رو خیلی شکست داد، یک مسئله حملات مدام و بلا انقطاعی نیروی هوایی اسرائیل به سپاه قدس یا پاسداران و اون گروه های نیابتی بود، و دوم اینکه خب اینا تحت تحریم قرار گرفتن جمهوری اسلامی و بودجهشون کم شد. امروز وقتی که کشتی که از ایران اومده بوده با 3000 قبضه اسلحه کلاشینکوف یا وسایل دیگه توسط نیروی دریایی آمریکا متوقف میشه و آمریکا اعلام میکنه ما این سلاح رو میفرستیم اوکراین برای نیروی نظامی اوکراین، و دارن این کارو میکنن. یعنی اگر گفتن وی می، یعنی این کارو خواهیم کرد. از این طرف نیروی دریایی فرانسه کشتی دیگر رو چند هفته پیش میگیره، باز سلاحایی در اونجا بوده که خب اینا وقتی اوکراین دنبال سلاح داره میگرده، خب اینا رو میفرستن اوکراین که سربازا. بنابراین ما باید به سابقه جمهوری اسلامی نگاه کنیم که اینا دارن چی کار میکنن. آیا میخواد زیر پوشش کمک به مردم سوریه به شهر حلب و استان ادلب سلاح بفرستن؟ شک نکنید در این مسئله. ولی اسرائیل نمیخواد حمله به این هواپیماها یا اونجاها بکنه، برای اینکه الان وضع بدی در اونجا وجود داره. یعنی از نظر انسانی، از نظر در واقع کمک انسانی کار درستی هم نیست که اگر سلاحی هم داره میاد اسرائیل به اونجا حمله بکنه. بنابراین این هشداری بوده که نیروی نظامی اسرائیل به جمهوری اسلامی داده که اگر این کار رو بکنین ما جلوی مسئله رو خواهیم گرفت. من فکر میکنم که امروز جمهوری اسلامی با محدودیت های هوایی که داره نمیتونه در واقع سلاح زیادی یا تسلیحات زیادی رو به سوریه از طریق هوا بفرسته، برای اینکه اون هواپیما که از تهران یا هر فرودگاه که بلند میشن زیر کنترل و چشم های الکترونیکی ماهواره اسرائیل و آمریکا و بقیه کشورها هستند و میتونن تشخیص بدن که حالا با این تکنولوژی جدیدی که میگن در اسرائیل اختراع شده که دوربینایی هست که میتونه از دیوار هم عبور بکنه و پشت دیوار رو ببینه بدون اینکه در جای حفره رو ایجاد بکنن، و در داخل هواپیما که داره پرواز میکنه و کشتی هایی که داره رو آب هست میتونن در داخلش رو ببینن، که من فکر کنم حالا حداقل یه همچه چیزی در دست اسرائیل ها یا سازمان های دیگر هست که میتونن تشخیص بدن. بنابراین آیا جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده خواهد کرد؟ شک نکنید که این کار خواهد کرد. و اون هشداری که دادن با در نظر گرفتن مسئله زلزله، من فکر میکنم قدری برای نیروی نظامی اسرائیل مشکل باشه.
اگر هواپیمایی هم میاد یا یه مقداری اسلحه داشته باشه. بنابراین این تصور برای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل هست که این عمل داره انجام میشه. بفرمایید. آره واقعا این یه داستانیه. اما یه موضوع دیگه ای که دلم میخواد با شما مطرح بکنم با توجه به وقتی که داریم، بپرسم این داستان بالون چینی رو که خب گفت بالون چینی رو زدن و بعدم رفتن از تو دریا و لاشه هاشو پیدا کردن، اما این رفتار رفقای شما خیلی بامزه است. تا دیروز داد میزدن که آقا چرا نمیزنی؟ پس چرا نزدی؟ چرا معطل کردی؟ چرا اینقدر طول دادی؟ حالا که میگه دو تا رو زدیم، میگه آقا چرا زدی؟ بی خودی زدی؟ شاید این توش بمب بود، شاید فلان بود و خطرناک بود. بالاخره این یارو باید میزده یا نباید میزده. اما این دعوای تلویزیونیه به نظر من، این فقط برای پول ساختنه. اما اون چیزی که واقعا مردم دلشون میخواد بدونه اینه که این یوفو چی بوده، این واقعا یوفو ایلینا بوده که از سیارات دیگه اومدن، چرا این وزیر دفاع در یک مصاحبه بالای یک ساعته نمیگه که این چی بود، و پنتاگون ریز ریز یه حرفایی میزنه، ولی چیه ماجرا به نظرت؟ این دو ستای آخری چی بوده که زدن و از آلاسکا اومدن و همون رو سر آلاسکا زدن و تا خواسته وارد کانادا بشه زده، و این چی بوده داستانشون؟ چه اطلاعی داری؟ به نظر من این دو قسمته. قسمت اول اون بالونی بود که در اوایل این ماه زدن. این بالون یک بالون چینی بوده و همونطور که میدونیم چینی ها یک برنامه بسیار گسترده ای از نقطه نظر نظامی و غیر نظامی در رابطه با این بالون ها دارن و صنایع بسیار بزرگی در چین این مسئله رو دنبال میکنه. بر طبق گزارشاتی که حالا پنتاگون یا دستگاه مختلف ارائه دادن، اینه که در 5 سال گذشته شاید بین 4 یا 5 دفعه دیگه این بالون ها از روی آمریکا سفر کرد، یعنی گذر کرد، و این بالون ها از چین پرتاب میشن و قدرت مانور دارن که مسیرشون رو عوض بکنه و میتونه برای شاید ماها پرواز بکنه و قدرتی رو که در واقع برای نیرویی که برای خودش میخواد، مقداری از این نیرو سولار هست، یعنی از طریق خورشید نیروی قدرت پرواز خودش رو میگیره، ولی صاحب دوربین های بسیار مجهز برای عکس برداری بوده. خب این بالون اولی از روی ایالت مونتانا، ایالت مونتانا در شمال آمریکا قرار داره، در زیر مرز کاناداست و در اونجا پایگاه ها و سیلوها جاییه که موشک های کانتیننتال انترکانتیننتال نگهداری میکنن و این سیلوها وقتی کشیده میشه موشک پرتاب میشه. چینی ها ماهواره هم دارن که بالا سر، یعنی آمریکایی هم دارن که بالا سر اونا پرواز، بالا سر اونا میره و عکس برداری میکنه و همه کشورها دارن و همه کشورها برای همدیگه جاسوسی میکنن، حتی کشورهای دوست. دفعه های قبل که این بالون روی آمریکا رد شده بوده کسی ندیده بوده این بالون. این دفعه هوا تمیزتر بوده، خب مردم دیدن و گزارش دادن و بعدم خبر به در واقع یکی از سناتورهای ایالت ورمانت میرسه یا نماینده مجلس میرسه و نماینده مجلس زنگ میزنه کاخ سفید که آقا بالا سرمش داره رد میشه، چرا فکری نمیکنین؟ و این آقای نماینده مجلس رو آوردن و باهاش صحبت کردن و بالاخره آمریکا هم تصمیم گرفت که این بالون بیاد نزدیک آب بشه. من در 2 هفته پیش هم گفتم بودم بالاخره میزنن و زدن اینو و اینو زدن و حالا پنتاگون میگه ما اینا جمع آوری کردیم و بله اینطوری بوده اونطوری بوده و چینی ها ناراحت شدن که بله چرا بالون ما رو زدین، شما تو کشور ما بالون فرستادین از این حرفا. اینا همه یه سری داستان ها و information disinformation and misinformation هست که بین این کشورها داره رد و بدل میشه. ولی مسئله که هست اینه که چین برنامه
برنامه رو داره که غیر از اینکه از طریق ماهواره ها عکس برداری میکنه، از این بالون ها که در فاصله کمتری هستن و عکس های بهتری میتونن بگیرن استفاده میکنه. و برای دولت آمریکا هم اهمیتی نداشته، یعنی اگر اهمیت داشته این مسئله دیروز و امروز و پریروز و 2022 2020 انجام نشده. خب خیلی وقت انجام میشه. بنابراین این دفعه به خاطر دیدنش با چشم معمولی تصمیم گرفت اینو بزنه. اما به نظر من اتفاقات بعدی این از خود این مهمتره. بعد از این بالون در ظرف 10 روز گذشته سه کلمه که اینا دارن استفاده میکنن Unidentified Flying Object یعنی UFO یا ابجکتیه که نمیدونن چیه. این دو یا سه که یکیش بالای کانادا بوده دو تاش در آمریکا بوده زدن. میدونیم که آمریکا و روسیه از طریق آلاسکا با هم هممرز هستن، یعنی یک فاصله آبی خیلی کمی بین آلاسکا و روسیه وجود داره که در واقع قسمت سیبری روسیه است که نزدیک قطب شمالش. خب زمانی که تصمیم میگیرن این دو شی رو بزنن، پنتاگون تصمیم میگیره، خب برای مناطق یخزده بوده دیدن که خسارتی هم نداره و زدن. پنتاگون در گزارشی که میگه وقتی سوال میکنن که آیا اون دو یا سه آبجکتی که شما و کانادا زدین آیا این هم بالون بودن، میگه نه خیر بالون نبودن، اینا شکل یک ماشین کوچکی بودن که به نظر میرسه بالون نبوده و یک سیستم متفاوت پهپادی بوده. برداشت من اینه که این دو یا سه از طرف چینیا پرتاب نشده و از طرف روسها پرتاب شده برای اینکه حواس آمریکا و نیروی نظامی آمریکا رو فعلا بکشه به این طرف و تمرکز نداشته باشه در اوکراین. دلیلی که من این صحبت رو میکنم اینه که وقتی که یک مقام نظامی آمریکا میاد صحبت میکنه و میگه ما نمیتونیم اسمی برای این تعیین بکنیم، اون ابجکتی که زدن، اولا که اگر ایلینز ها بودن که من خودم خیلی مسئله رو دنبال میکنم خاطر علاقه ای که دارم، چون من باورم بر اینه که در این کهکشان در سیاره های دیگر یک نوع فرم انسانی وجود داره که از ما خیلی پیشرفته تر هستن و شاید هم ما تو الان که به این همه پیشرفت رسیدیم مدیون اونا هستیم. بنابراین اگر اونها بودن که اولا که شیعی نبوده که اونجا بایسته که با یه موشک بخوام بزنن، شاید نمیدونم سنگ وایندر میسر از این موشک هایی که در افغانستان استفاده میکردن، یعنی یه چیز عقب افتاده پهبادی بوده که با سرعت کمی داشته میرفته. بنابراین زمانی که پنتاگون این حرف رو میزنه این نتیجه گیری رو میتونیم بکنیم که یه سیستم عقب افتاده نظامی مثل روسیه این پرواز شده. من این از این دلیل این نتیجه گیری رو دارم میکنم. دوم این که وقتی سخنگویان پنتاگون، من کاری به آقای بایدن یا سخنگوشون ندارم، ببخشید اون عراجیفی که اومدن گفتن که اصلا یه سوالم جواب ندادم، من برمیگردم به صحبت یکی از اشخاص مورد علاقه خودم در زمان پرزیدنسی بوش پسر، آقای دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا. ایشون یه کلمه‌ای رو استفاده میکرد همیشه وقتی که چیزی که نمیتونست جواب بده میگفت unknown is unknown، یعنی چیزی که ناشناخته است ناشناخته است. بعد میگفت known is known، چیزی که شناخته شده هست شناخته شده است. وقتی پنتاگون میگه ما نمیدونیم چی بودیم، یعنی در سیستم کامپیوتری پنتاگون وقتی که اومدن عکس برداری کردن قبل از که بزنن دیگه، یه عکس رو گرفتن که بدونن چطوری به این شی یا جسم یا هر چی کسی شما میخواین بذارین حمله بکنن. پس بنابراین وقتی که نوبرن کردن توی کامپیوتر رو مقایسه کردن دیدن که ما همچی چیزی نداریم، یا این چیز خیلی پیشرفته‌ای بوده یا چیز خیلی عقب افتاده‌ای بوده. اگه چیز خیلی پیشرفته‌ای بوده که نمی‌دونن در اون بالا با این سرعت یواش بره که هواپیمای کانادایی بره بزنه، هواپیمای آمریکایی بره بزنه. بنابراین مقداری از این مسئله‌ایه که قسمت سیاسی آمریکا نمی‌خواد بازگو کنه، برای اینکه نمی‌خوان درگیری زیادی پیدا بکنن. باور من بر اینه که اینها از روسیه اومده و اینا نمیخوان الان این مسئله رو بازگو بکنن، چون اگر که اولی رو اومدین گفتین این بالون چینیه، چرا این یکی رو شما میگین اصلا ما اطلاع نداریم، چرا هم چیزی ندیدیم. بنابراین
مسائلی هست که نمیخوان بازگو بکنن، برای اینکه نمیخوان تنش های بین المللی رو زیاد بکنن و احتیاجی به ایجاد کردن تنش دیگر نخواهد بود. درسته که آقای بلینکین نرفتن چین، ولی در همین مقطع زمانی که الان در این کنفرانس مونیخ که ما صحبت کردیم، مطمئنا آقای بلینکین با وزیر امور خارجه چین یه گپی میزنه، یه صحبت هایی میکنن. بنابراین اینطوری مسائل دنیا یخ زده نمیمونه. زمانی مسائل سیاسی دنیا روی یخ میمونه، مثل حمله روسا به اوکراین و بقیه. بنابراین اجازه این بحث رو بذاریم که امکان این که این دو جسم یا سه جسم یا هر چیز شیعی که زدن از طرف چینی ها نبوده و از طرف روسا بوده، برای آزار و اشغال کردن فکر دستگاه نظامی آمریکا، چون ملت آمریکا و نمایندگان سیاسی این کشور در سنا و مجلس این میگن اگر شما این همه پول دارین به اوکراین میدین، بیاین پول رو خرج بکنین که از آسمان های ما محافظت بکنین. چون این بحث داره انجام میشه یا این بحث در فکر مردم کاشته میشه، باور من بر اینه که این مسئله عمدی از طرف روس. بفرمایید. آره، منم فهم میکنم یه چیزی هست، حالا این چیه که اینا واقعا دلشون نمیخواد بگن، و همطور که شما خط رو نشون میدی که به احتمال خیلی زیاد این بعد از همون منطقه اومده باشه، چون مسیر آلاسکا رو طی میکنه، در حالی که اگه از چین بود بایستی که از پایین تر حرکت میکرد و از سمت هاوایی و اون بخشا در حقیقت گذر میکرد، ولی میبینیم که یعنی توی اقیانوس چی اسمش آرام یکی از اینجا باید حرکت میکرد و تو پاسیفیک میومد، ولی میبینیم که نه، این از اون بالاست و در آلاسکا و شمال کانادا و لای یخ و برفاست. بنابراین این حتما بایستی که روسی باشه، ولی چرا روسیه پوتین تو این شرایط، تو این آشفته ای که داره، چرا دوباره یه بند دیگه به پای خودش میبنده؟ این بسیار اسباب حیرت و تعجب است. و چرا این کار کرد معلوم نیست. این در حالی که خب این داشت نگاه میکرد و دید که چطوری ماجرای بالون چینی رو اینا بهش حساسیت نشون دادن و زدن، چرا این بعدش این کار کرد؟ خیلی حیرت انگیزه واقعا. با یه فکری شما رو و شنوندگان و بینندگان رو میذارم و ترک میکنم، و اون فکر اینه که برداشت دستگاه های نظامی روسیه و اطلاعاتی اونها اینه که هنوز اونها یک قدرت جهانی هستند و امکان مقابله با آمریکا رو دارند و نمیتونند مسائلی که در اوکراین داره پیش میاد رو درست درک بکنن، چون جلوی جبهه نیستن. من فکر کنم من فکر کنم اطلاعات غلط بهش میدن. من فکر کنم افسرها بهش اطلاعات غلط میدن، کارشناسا از ترس خودشون اطلاعات غلط به یارو میدن. در داخل اوکراین نیستن اینا، جنگ در روس در داخل خاک روسیه نیست. تا حالا یه موشک هم شلیک نشده به داخل روسیه، چون در اونجاست گزارش میدن میگن بله ما این مکان ها رو گرفتیم. میگه خب گرفتیم، تموم شد دیگه. پرزیدنت ولادیمیر پوتین گفته اینا رو بگیریم، کار تموم. خب تموم شد، پس ما اون قدرت هستیم. برداشت اینه. آقای ببانی، تا حالا نزدیک 70,000 نفر سرباز روسی کشته شدن در اونجا. تخمین میزنن تا پایان این جنگ 100,000 نفر سرباز روسی کشته بشه. این مسئله یکی روزی داخل روسیه باشه. مادر روسی اون موشکا، اون اصلا از خیلی خیلی پارامتر مهمیه. نقش مادر در روسیه نقش بسیار بسیار مهمیه. بنابراین من فقط یه چیزی رو حدس میزنم و اون اینه که اطلاعات غلط در اختیار پوتین قرار میدن و بزرگ نمایی میکنن و میگن که ما زدیم و گرفتیم و بردیم، و بالاخره خاطر خطیر ملوکانه آسوده باشد. بالاخره اینجوریه، نمیدونم. ولی ممنونم آقای آربت، سپاسگزارم که این روز شنبه رو
در اختیار ما قرار دادی، میدونم با همه گرفتاری ها این فرجه رو باز کردن کار سختیه. من صمیمانه برادرانه ازت ممنون و متشکرم که این فرجه رو به ما میدی که بتونیم از تجربه و دانشت استفاده کنیم، و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، پدر و مادر نازنین، همسر بزرگوارت، از صمیم قلب آرزو میکنم که بهترینا براتون باشه. ممنون از شما، مرسی که این وقت رو ما میدید. بازم با سپاس و بدرود. تشکر از شما و ممنون از شما که شنبتون رو در اختیار ما قرار دادید و این برنامه رو همراهی کردید. از تک تک شما نازنینان سپاس گذارم و برای شما خوبان نیز آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما. ممنون.